شدی هستی خانوما؟ تازه کجاشو دیدی؟ ای حقه باز بالاخره تیغت برید. وا خب بچه هم عاشق شده دیگه، خاطر خواهی هم مالیات داره. راستی موبایل رو به نام زد؟ آره بابا. خب دیگه اگه بازم کنه بود بگو سیامک خان بابا جون تفاهم نداریم خلاص. وجدان درد داری؟ بابا به پیر به پیغمبر ما که گناه نکردیم که تو بدبختی و بیچارگی بزرگ شدی. باز لااقل تو یه مادر داشتی گریم کلفت، ولی مادر داشتی. من چی؟ درسته، ولی همچین یه خورده بگینگی یه جوریه. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی هوش و ذکاوت واسه اینه که بزنی تو گوش کنکور؟ نه عزیز دلم، واسه پیدا کردن سرنخ زندگیه. به همین راحتی؟ عذاب خوردنم راحت تره. ما هم چیز زیادی نمیخوایم، فقط میخوایم یکم عدالت برقرار بشه. همین صدف، جون صدف، دختری به نام ترازوی عدالت، احتمالا پاره سنگ شدت رفته. من یادم نرفته، دیگرون یادشون رفته. سینما؟ هستم. عاشق سینه چاکم که سر رسید. زیاد لفتش نده. باید بهش بگو به درد هم نمیخوریم. چه میدونم بگو به خاطر خودشم که شده باید تمومش کنی بره. بگو به هم نمیان. سلام. سلام. همینه دیگه. آره؟ به خدا برای خودت هم بهتره. ما اصلا به هم نمیخوریم. تو اصلا خانواده منو نمیشناسی. به غیر از ناپدریت. سیامک، خانواده تو اگه بفهمن که کس و کار من کیان اصلا پا جلو نمیذارن. میدونم. یعنی من بهشون گفتم قبول کردن؟ من حرف خودمه، من به اونا کاری ندارم. ببین تو خیلی خوبی میدونم، ولی من لیاقت تو رو ندارم. مطمئنم بهتر از من گیرت میاد. هستی این کارو با من نکن. فراموشم کن، فقط همین. بازم ترکلش پیدا شد. این درده ببینم بردش چیه؟ جا نزنی ها. علیکه سلام دختر، هیچ به فکر مادرت هستی؟ سلام برسونیم بهش. میترسی خونه دارت بزنن؟ تو خوابگاه. نه آقا بالا سر دارم، نه لولو سر خرمن. اون پسره سیامک سرش کوبیدی به تاق. حسابی امارمو دارین؟ مگه شما نگفتین این کارا زشته؟ دست بردار. خب منم گوش کردم دیگه. هرچی تون کله خرابته، حالا این دوستای نابابته. یه بار بهت میگم، اون مادر بیچارت دلش واسه تنگ شده. خب
حالا بر میگردی خونه، دختر منم نیستی، درست نباش، اما پاره جیگر زنمی. بیاوروی اون بیاوروی من دختر. فکر نکن جلوی کج کج نگاه کردن مردم کلا میذارم بالاتر. کور خوندی دوانه بی غیرتی رو اونایی میدن که نون زندون رو نخوردن. ببین آقا ماشالله ایشون عاقل و بالغه، وکیل وسیع هم نمیخواد. ما هم میدونیم شما نون حبس خورده یه باکت نیست، ولی خب هستی هم نه کوره نه کره نه مهجوره، دختر شما هم نیست. ببین دختر، همین شما این لاتایلاتو تو گوشش خوندی و الا که این دختر شیبشش منیش خانم بود. من همینم که هستم، به کسی هم مربوط نیست. چشماتو وا کن، پیشتر اومده زندون تابوس خانم. نه که اون خراب شده زندون نبود. برو شدی؟ بهت قول میدم اگه یه ماه همینجوری تمرین کنی تمام اون شکم آب میشه. زندگی بدون ورزش صبحگاهی یعنی صبحونه بدون چای. عجب هوای خوبی. ببخشید جناب سرگود، شرمندم، شما یه خورده در این مورد اهمال کردی. بله بفرمایید. سلام خاله جون. نه حالم خوبه، دارم ورزش میکنم. تنها نیستم، جناب سرگردم اینجا. چشم چشم، صبحونه رو که حتما میخوریم، خیالتون راحت باشه. چه خبر؟ نه یعنی منظورم اینه که هرچی شما بگین. خب اگه لازمه تحقیق کنید خب تحقیق کنید، اشکالش چیه؟ بله بله چل، هر کدومشون که بیاد ایران میخواد یه چند وقتی بمونه و هی ما رو بکشونه این ور اون ور. بله شما درست میگی. ببین خاله جون، ریش و قیچی دست خودتون، هر جور که شما صلاح میدونی. چشم 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 خاله جون، حتما چشم. خداحافظ. این خاله خانم تالا فکر کنم یه هزار تایی دختر برات دیده. آخه روی من خیلی حساسیت داره، یعنی همه شون همینطورن. آخه میدونی من تنها نوه پسریم. خوش به حال مادرت، اونم مثل خالت سختگیره. حرف خالمه، خاله بزرگه. مادرم رو حرفش حرف نمیزنه. من که چشمم آب نمیخوره از این خواستگاری چیزی از توش در بیاد. مطمئنم خالد یه اشکالی از توش در میاره، ولی حرفاش بی حشمت هم نیستا. از این دوست سرگرد بهرامی چه خبر؟ براتون یه معمای جدید فرستاده، همین دیشب داغ داغ، کلی هم بهتون سلام رسون. حالا این معماش چی هست؟ الان بهتون میگم. یه عاقل و یه دیوونه و یه عاشق میرن خواستگاری سه تا دختر. فقط هم حق داشتن سه تا سوال بپرسن. سوال اول، از چه غذایی خوشتون میاد؟ دختر اولیه میگه خوراک میگو تایلندی. دومیه میگه هرچی که شد همه غذا. سومیه میگه همون غذایی که تو خونه پدر مادرم میخوردن. سوال دوم، دوست دارید کجا زندگی کنید؟ اولیه میگه زمستونا توی جنگل توی کلبه با یه شومینه، تابستونا بالای کوه توی یه ویلای حسابی.
دومیه میگه هر جا که شد. سومیه میگه اما خونه که مثل خونه پدر مادر خودمه. سوال سوم، دوست دارید شوهرتون چه مشخصاتی داشته باشه؟ اولیه کلی شرط و شروط براش میذاره، دومیه میگه فقط باید منو دوست داشته باشی، سومیه میگه هر چی که پدر مادرم بگه. اگه گفتین کی کدوم دختر انتخاب میکنه؟ امین هستم، بفرمایید. تو کدوم پارک؟ باشه الان میای. یه جسد پیدا شده. هنوز که مجبور هویه است، هنوز هیچ چی پیدا نکردیم که کمکمون کنه. کی پیداش کرده؟ یکی از باغبونا. خسته نباشید. سلام خانم. خب خانم چی یافتیم؟ مثل اینه که فراموشم شده بعد از سلام حرفای دیگه ای هم هست، مثل صبح بخیر، روز بخیر، شب بخیر. با دیدن همچین چیزایی مگه میشه از این حرف زد؟ سلام، خداحافظ که آدمو متهم میکنه به مبادی آداب نبودن، خشک و مقرراتی بودن. خب باید بپذیریم که مرگ حقه، ولی این هیچ ربطی نداره که بخوایم برای همدیگه آرزوی خیر بکنیم. تا بوده همین بوده. جناب سرگرد، این دختر نمرده، به قتل رسیده. کشتنش حدود 20 سالشه. خفش کردن، شالش انقدر دور گردنش پیچیدن که تموم کرده. صورتشو دیدین؟ چقدر ملیحه، چقدر معصومه. حتی خود قاتل هم نتونسته تو چشای قشنگ این دختر نگاه کنه، از پشت سر خفش کرده. منظورم اصلا بی تفاوتی نبود، شاید بیانم بد بوده. قصدم این بود که بگم با اینجور اتفاقا ما ها میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و برای هم آرزوهای خوبی بکنیم. پس آرزو میکنم که زندگی خوبی داشته باشیم. چیز بیشتری دستگیرتون نشده؟ فعلا نه. معلوم از کجای ما صوفی؟ شرمندم به خدا، با دو قلیام رفته بودم کوه تا رسوندمشون خونه دیر شد. یه دختر جوونه نه؟ متاسفانه آره. همه معطل شما را بابا. همین الان. حالا همه گرفته شده، زود تمومش کن. مصطفی، فقط نتیجه انگشت نگاری جسد رو به هم برسون. میدونم چی میخوایی. نه نمیدونی. اگه سابقه نداشته باشه یه درده، ولی اگر سابقه دار باشه 100 تا درده. چی دستگیرت شد؟ تقریبا هیچی. یه باغبون اول صبح پیداش کرده، نه کسی، نه شاهدی. اون گوشه پارک هم چراغ نداشته. در خدمتی. یه گزارش از همه مفقودین این چند روزه که با مقتول مشخصاتش بخونه میخوام. یه استعلام هم از کامپیوتر در مورد گمشده ها. کلانتری هم یادت نره.
برای محکم کاری. اما این خیلی طول میکشه. چشم. زرد بود. ببخشید فکرم مشغول بود. فکر مشغول 5000 تومان به ضرر زد. با خودم عهد بسته بودم با شما تو رانندگی دیگه سوتی ندم. پرونده که تموم شد تو اداره باید شیرینی بدی. چشم چشم، شیرینی هم میدم. دقیقاً 5000 تومان. بله دقیقاً 5000 تومان. به نظر شما ممکنه این دختر خیابونی باشه؟ بعیده، ولی در هر حال جواب این سوال روی روند تحقیقات موثره. به صورت آماری که نگاه میکنیم اکثر کشته شده ها زنن. برای اینکه مردا فکر میکنن زورشون بیشتره. این لحظه دختری با این مشخصات گم نشده. هیچ گزارش مفقودی مشابهی هم نیست. سپردم یه گزارشی دریافت کردن سریع به اطلاع بدن. کماکان هیچ سرنخی وجود نداره. ساعت اداری کار اداری ها؟ مادرشون چند روزی نیست. گرفتاری من دوبله شده. داشتی میگفتی. هیچ نشونه ای از درگیری نیست. یا کاملا آشنا بوده یا اینکه یا کاملا غافلگیرانه و یا اینکه غریبه بوده که تونسته کاملا اعتماد مقتول رو به خودش جلب کنه. سرنخ چی؟ چیز دندونگیری ندارم. فقط کفش و مانتوش کاملا نو بود. کفشش خارجی بود ولی مانتوش مارکه مانتو فروشی معروفه. هنوز شور نرفته، کاملا نوه. با اطمینان میتونم بگم یکی دو روز بیشتر نپوشیدتش. گمونم بتونی اونجا سرنخی به دست بیاری. آدرسش هم بلدی؟ همین دیگه. اگه مجرد نبودی تو هم مجبور بودی بلد باشی. مصطفی آدرس. شبیه مطلب و قبلا من خونده بودم. توی همچین کشورهایی مردم تک تک خودشون یه پلیسن. نه اینکه بخوان کار پلیسی بکنن ها، ولی اگر خلافی ببینن از یکی از همشهریاشون یا خودشون تذکر میدن یا پلیس رو خبر میکنن. متاسفانه اینجا بعضی از همکاری با پلیس وحشت دارن. که اونم احتیاج به کار فرهنگی داره. حتی توی تحقیقات محلی ساده تا اونجایی که بتونن از دادن اطلاعات تفره میرن. یا میگن چیزی ندیدیم یا میگن چیزی خبری چیزی نداریم. در صورتی که ممکنه یا دیده باشن یا اینکه خبر داشته باشن. حتی یه وقتی ضد همکاری میکنن. حتما دیدین یه نفر توی یه خیابون داره ورود ممنوع میره. همه مردم میخوان یه جوری بهش بفهمونن سر این خیابون پلیس واسطه. از اون یکی خیابون برو. به این میگی ضد همکاری؟ بله، چون مردم باید بذارن خلافکار گیر قانون بیفته تا لااقل دفعه بعد مرتکب خلاف نشه. عین این کشورا. یعنی مردم نه تنها نهایت همکاری رو با پلیس میکنن، بلکه با خلافکار جماعت سر سوزنی هم کمک نمیکنن. اینطور قاطعانه در مورد مردم نظر نده. شاید ما مقصریم که نتونستیم با کار فرهنگی درست مردم رو به خودمون نزدیک کنیم. ببین وقتی مردم پلیس رو یک نیروی قهریه ببینن نه یک نیروی مثبت که داره باهاشون همکاری میکنه، نتیجه آخرش همینه. به نظر من ما باید باب یک تعامل صحیح رو با مردم باز کنیم.
خسته نباشی. چی میخوای بگی؟ بگو. داشتم فکر میکردم چی میشد شما یه روزی روزگاری یه ماموریت پلیسی مهم رو به هم بدید. یعنی پلیسی تر از پنچرگیریاره؟ ناراحت نشو، من کاملا بهت ایمان دارم. حالا بزن بریم که داری دیر میشه. هیچ اثری از درگیری نیست، تعرضی هم در کار نبوده، نه قبل و نه بعد از خود. با همون شالی که روی سرش بوده خفش کردن، البته از پشت سر. شاید به خاطر این بوده که نمیتونسته توی چشماش نگاه کنه. خوشبختانه خیابونی نیست. قطعا همینطوره. و یه نکته جالب، روی انگشت اشاره سمت راست و وسط یک برجستگی هایی وجود داره که نشون میده خیلی قلم دست میگرفته. نویسنده یا طراح؟ احتمال نوشتن بیشتره، چون اثر جوهر خودکار هنوز روی انگشته دستش بود. خودکار بیشتر دست میگرفته. مصطفی چی پیدا کرده؟ مارکه یه مانتو فروشی معروف. امیدوارم به دردتون بخوره. اگه مانتو فروشی معروفی نبود بهتر بود، چون مشتری های کمتر بهتر تو خاطر آدم میمونه. در عوض مشتری های ثابتشون بیشتره. عجب اتفاقی. شاید کمی بی ربط به نظر برسه، ولی از این که میبینم اون بدبخت موقع مرگش یکی از مانتوهای ما تنش بوده، خیلی حالم بد میشه. حق داریم. متاسفانه من کمتر با مشتری ها روبرو میشم. بهتر از فروشنده ها سوال بفرمایید. اجازه هست؟ خواهش میکنم، بفرمایید. حالا چطوره کشتنش؟ خفش کردم. شما چند وقت یه همچین مدل مانتویی رو آوردین؟ دقیقا یه هفته است. فاکتور فروش هم صادر میکنین؟ حتما صادر میکنیم. ما چون خودمون تولید کننده هستیم، روی موضوع حساسیت خاصی داریم. اسم مشتری ها رو سوال نمیکنیم. به خاطر همینم معمولا فاکتورا بدون اسم صادر میشه. مشتری های ثابت زیاد داریم؟ بله خیلی زیاد. من معمولا به فروشنده هم تاکید میکنم که با مشتری های قدیمی برخورد بهتری داشته باشن. حتی موقعی که یکی از فروشنده هم بیاد بگه طرف مشتری قدیمیه، تخفیفی هم براش در نظر میگیریم. سلام. خسته نباشی. ایشون کاملا شناختنش؟ بله، از مشتریه همیشگیم بود. اسمش هستیه. آدم خوش برخورد و دوست داشتنی بود. یه مقدار مشکل پسند بود، ولی مثل مشتری دیگه اذیت هم نمی کرد. نهایتا یکی دوتا لباس بر می داشت و پروف می کرد. پریروز اومده بوده اینجا، تنها نبوده، با یه آقا پسر. اولش به نظرم اومد نامزدشه، ولی بعد که بهش تبریک گفتم گفت نه فعلا خبری نیست. این اواخرم همش با هم می اومدن. ببینید، من به حس غریزی خانوم ها خیلی اعتقاد دارم. پس خواهش میکنم بدون تعارف و برای کمک به ما بگید که نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ ولی اون الان مرده. نه مرده خانوم، به قتل رسیده. خیلی فرق میکنه. راستش به نظر میومد پسر خیلی خاطر خواشه، ولی هستین نه، خیلی معمولی بود. چند دفعه با هم اینجا اومده؟ تو این چند وقته دو سه دفعه اینجا اومدن. اسم پسرها رو ازش نشنیدی؟ سیامک، اسمش سیامک بود، صداش میزد سیاه. یه روز به شوخی برگشتم بهش گفتم با تفلک کجای سیاهه، بعد هستی گفتش که اسمش سیامکه، صداش میزنه سیاه. سیامک حساب میکرد؟ بله، دکوپوزش هم به بچه پولدارا میخورد. خب از هستی بگین. به نظر نمیومد دختر بدی باشه،
پریروز که اومد مانتوش رو انتخاب کرد، وقتی داشت پرو میکرد متوجه شد یه مقدار زدگی داره. بعد من اومدم براش عوض کنم، گفتش که احتیاج نیست عوض کنی، بهم عوضش تخفیف بده. یادم اومد. آره درسته، قیمت فروش اون مانتو 50 تومن بود، من به خاطر زدگیش 25 تومن باشون حساب کردم. اولش پسره نمیخواست برداره، ولی دختره گفتش همین خوبه، چرا پول زیادی بدیم؟ راستش از این حرکتش من خیلی خوشم اومد. دختر خوش سلیقه‌ای بود، حتی در مورد مدل لباس هم نظر میداد. مثلا میگفت اگر این لباس این مدلش اینطوری باشه بهتره. یه روز کنجکاو شدم ازش پرسیدم کارش چیه؟ میگفت دانشجوی رشته معماریه. دانشگاه‌های زیادی این رشته رو ندارن. صبح بلند میشی میری آموزش عالی، لیست دانشگاه رو میگیری. دانشگاه آزاد و مراکز آموزش غیر انتفاعی هم یادت نره. تا ظهر باید دانشگاه هستی پیدا بشه. تا ظهر فقط میشه لیست دانشگاه رو پیدا کرد. آقا جان من گفتم تنها برو، از بقیه بچه‌ام کمک بگیر. یه سری هم کامپیوتر بزن ببین از فقدانی جدید خبری شده یا نه. تا یه ساعت پیش که خبری نبود. ولی باشه بازم چک میکنم. در حال باید بفهمیم کار یه عاشق یا کار یه دیوونه. معماه؟ آقا بازم جریمت کرد. امین هستم، بفرمایید. اومدم. نه لازم نیست، خودم میام. تا تو شروع کنی رسیدم. فکر کنم امروز هر دوم خوششانسیم. خداحافظ. هستی کیانی، دانشجو سال سوم. توی خوابگاه زندگی میکرد. پدرش مرده، میونه خوبی با ناپدریش نداره. به خاطر همین اکثر اوقات توی خوابگاه بوده. یه برادر داره که به جرم حمل مواد مخدر چند ماهی تو زندونه. تازگی ها وضعش خوب شده بود. رفیق فابریش هم دختریه به اسم صدف، هم دوره ای اون. سیامک چی؟ دانشجو اینجا نیست، کسی نمیشناستش به غیر از همین صدف. میگه که یکی دو مرتبه با هستی دیدتش. البته میگه رابطه هستی و سیامک یکی دو روز پیش به هم خورد. میخوام ببینینش. محبوب بهترین دوستم بود. دیروز وقتی نایمد دانشگاه باهاش نماز گرفتم، جواب نداد، دلم شور افتاد. رفتم خوابگاه سراغش، ازش خبری نداشتم. رفتم در خونهشون، مادرش هم ازش بیخبر بود. فکرشو میکرد. تلفن همراه داشت؟ بله، تازه خریده بود. لطفا شمارشو بنویسین بدینیشون. زنگ میزنم به بچه ها ردیابیش کنم. خونه دوستش سیامک و بلدی؟ بله، اونا به هم زده بودن. هستی پول خرید تلفن همراهشو از کجا آورده بود؟ سیامک براش خریده بود. حیف نبود جوونه به این دست و دلبازی رو جواب کرد؟ چرا؟ منم بهش میگفتم و
ولی خب حرف حرف خودش بود. هستی دختر قدی بود. شاید سیامک بعد از اینکه جواب رد شنیده تلفن همراهش رو پس گرفته، برای همین هم جواب نمیده. نه بعیده، سیامک همچین پسری نبود. تازه هنوز امیدوار بود که هستی نظرش عوض شه، که اینم دور از انتظار نبود. چی شد که هستی گفت تفاهم ندارن؟ دعواشون شده بود؟ چجوری بهش گفته بود؟ شاید غرورش رو جریحه دار کرده؟ نه ابدا. البته خب من از دل سیامک خبر ندارم. کسی بود که با هستی رابطه خوبی نداشته باشه؟ نه، پدرش آقا ماشاءالله راه به راه به این تفلک زده حال میزن. خود شهر هزار جور خلاف بودا، وقت واسه این تفل معصوم ادای آقا بالا سر رو در میاد. همین پیروز سر راهمونو گرفت و هر چی دلش خواست بار هستی کرد. تمام پیروز سایه به سایه دنبالمون اومد. آدم وقتی که هستی رفت خوابگاه رفت دنبالش. به نظر شما آقا ماشاءالله خلافکاره؟ بله، زندونم رفته. متشکرم، خداحافظ. متاسفانه سیمکارتی سوخته، نمیشه ردیابیش کرد. صدف خانم، هر کمکی که به ما بکنی در واقع در حق دوستت انجام دادی. مطمئنم که دختر باهوشی هستی و میدونی که ما دنبال چه جور اطلاعاتی هستیم. بنابراین اگر چیز جدیدی به ذهنت رسید حتما ما رو در جریان بذار. ضمناً آدرس مادر هستی و این سیامک خانم برای ما بنویس. گفتی برادر هستی کدوم زندانه؟ زندان قصر. منو برسون اداره، بعدش هم برو مادر هستی رو ببر پزشک قانونی برای تایید جسد. بعدش هم برو خوابگاه، وسایل شخصیشو برده برام بیار. کار این سخت‌تر نداشتی؟ آخه چطوری من به اون مادر بدبختش بگم؟ بعدش هم این آقا ماشاءالله و این سیامک هم بردار بیار اداره. نمیخوای بریم سراغشون؟ نه، باید بیان اداره. چش، با این حال که میدونم. بریم. بهتره اول ما رو در جریان بذارین، ببینیم آخه موضوع چیه. خب سیامک خونواده داره، بی پدر و مادر که نیست. البته سیامک خونه نبود، براش پیغام گذاشتیم که هرچه سریعتر خودشو به اینجا برسونه. فقط میشه بگین که موضوع چیه؟ صدفان صبوری قضیه رو به شما نگفتن؟ گفتم که پسرشون باید به چند تا سوال ما جواب بدن. در چه مورد؟ در مورد نامزد پسرتون هستی. اول باید بهتون بگم که این نامزدی یا دوستی اصلاً مورد تایید ما نیست. بله، این بیشتر یه بازی بچگانه است، همین. نظر سیامک خان چیه؟ اون هنوز به اندازه کافی با تجربه نیست. ولی اون کاملا ما رو در جریان علاقش به حسی گذاشته بود. امیدوارم مشکل حادی پیش نیامده باشه. اون اصلاً در حد ما نیست. وای به حال سیامک اگه بخواد این کارو بکنه. هستی مرده. مرده؟ یعنی به قتل رسیده. چطور؟ کجا؟ برای چی؟ ببخشید خانم، اینجا سیگار کشیدن ممنوع. آخه به سیامک چه ربطی داره؟ من نمیدونم. فقط چند تا سوال داری. سیامک بفهمه. سیامک من فکر میکنم حسابی عاشقشه. وای از این بچه بازی ها، نباید به حال خودش میذاشتمش، باید خودم قطعش میکردم. الان کجاست؟
احتمالاً با دوستاشه. میدونید کجا با هم آشنا شده بودن؟ تو خیابون. من که دارم به شما میگم این یه بازی بچگانه بود. پس چطور قصد ازدواج داشتن؟ غلط میکرد. مگه من اینجا؟ آروم باش خانم. ما از اولم مخالف بودیم، با هم جور در نمیمدن. این رو من به سیامکم میخواستم بفهمونم، ولی خب اصلا گوش به حرف هیچکی نمیداد. چند وقت بود با هم آشنا شده بودن؟ من اصلا در جریان نیستم. سه ماه، حدودا سه ماه. آخه من در ایران نیستم، تاجرم تو دوبه. دختر بی کس و کار بود، گمونم پدر نداشت، مادرش هم یه جای پرتی زندگی میکرده. از این دختره فقط بلد بود سیامک و تیغ بزنه. ای پسره ساده. چند بار دیده بودینش؟ ندیده بودیمش، ولی من مطمئنم که با چشم و ابرو چه کار میکرد. عکسمونه؟ کی تونسته همچی کاری بکنه؟ چجوری مرده؟ خفش کردن. در صورت سیامک عاشقش بود. چی میخواین ازش بپرسین؟ در مورد ارتباطهای هستی، دوستاش، دشمناش. خب چرا از دوستای دیگهش نمیپرسین؟ این پسر شما بود که عاشقش بوده، پس حتما بهتر میتونه به ما کمک کنه. بله باشن. سیامکه فعلا منتظر بمونه. خب بذاریم بیاد تو. مگه نمیخواین ازش بپرسی؟ ما باید به تنهایی با ایشون صحبت کنیم. خب مگه ما غریبه ایم؟ خانم این یه بازجوییه، این کار باید تنهایی انجام بشه. چه شعرهای قشنگی میگفت. فقط تو زندگیش بدبختی کشیده بود، نه پدری نه خانواده ای. به خدا میتونست اونم خوشبخت باشه. عاشق پاییز بود. میگفت از وقتی برادرش تنها یار و همدمش افتاده زندان دیوونه شده. میگفت دیگه هیچ کس تو این دنیا نداره، دنبال یه راه جدیدی میگشت. مرا راهی دیگر باید، صدای پنجره شاید نشان از نقشه این راه است که بر دیواره ذهنم سبک بالانه میخندد. با زندانی شدن برادرش همه ی دنیاشو از دست داده بود. میگفت یه تصمیم جدیدی داره. از کسی دلگیر یا ناراحت نبود؟ فقط دست ناپدریش آب ماشالله دیوونش کرده بود. از دست اونو کارش رفته بود خوابگاه. میگفت تو وقتی برادرم بود راحت بودم. این آقا ماشالله رو تا حالا دیدی؟ صد بار. با هم حرفم زده بودی؟ حرف؟ هرچی دلش خواست بارم کرده بود. البته منم جوابشو داده بودم. هستی رو تهدید میکرد، بگو اگه بر نگرده خونه کار دستش میده. به نظر من کارمونه، کارمون هیولا. یه بند ما رو تعقیب میکرد، اصلا هم از من خوشش نمیاد. مطمئنم کلی پای سر ما بدومی رو میگه. پنج روز
هستی میگفت از صبح دنبالش بوده. سبوری یه لحظه پیوم. برو زندان قصر استعلام کن ببینی برادر هستی چند روز مرخصی داشته یا نه. شما متوجه یه نکته ای نشدی؟ چه نکته؟ صدف میگفت سیامک و هستی یه مدتیه که به هم زدن. شما چیزی در این رابطه نپرسیدی؟ صبوری صبور باش، این آقا ماشاءالله میاد. آدرس شماره تلفن رو دادم به مادر هستی، گفتم به محض اینکه اومدن بیان اینجا. یه نکته مهم، فعلا دلم نمیخواد با این آقا ماشاءالله رو بروشی. همون بهتر که خونه نبود و تو رو ندید. چرا؟ شاید دلم بخواد یک مأموریت مهم بهت بدم، از اون مأموریتایی که خیلی دوست داری.